Hi everyone, this is Buona Cazerni. I'm talking to you from Melbourne, Australia. I hope you're doing fine. However, I know no one's really doing great in such a crazy and weird situation that we are all struggling with. Tonight or today, I want to talk to a talented musician and player in Iran. He plays different instruments professionally and he's going to play one of them or two tonight in my live show. His name is Siavash Valipour, who started his career in the music industry in 1991, and I would like to mention some of his performances. 2007 live performance in the University of Freiburg, 2009 solo and ensemble performance in at Tchaikovsky University, 2010 solo and ensemble performance at Tchaikovsky University, 2011 solo ensemble performance at Tchaikovsky University, 2012 live performance Köln Music University of Germany, 2017 live performance Tombori Mundi Festival, 2017 concert in Moscow with Andrei Tanzo, 2017 live concert in Russia with Andrei Tanzo, 2019 live performance in France, Strasbourg, 2019 live in concert in Bulgaria. If you're interested to know more about Siavash, you can go to his page and also you can check out his website if you're really interested to get to know more about him. The entire conversation actually is going to be in Farsi. Thank you and love you all and really appreciate it for all your comments and great and constructive feedback. Thank you and have a great time. دوستان از فارسی زبان سلام، من برنا کازرنی هستم از شهر ملبورن، کشور استرالیا دارم با شما صحبت میکنم. در ابتدا باید ازتون تشکر بکنم، خیلی 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 ممنون بابت تمام پیغاماتون و ببخشید که نمیتونم همه رو بخونم بهشون جواب بدم. برنامه هم هست از بوده از سه هفته پیش ولی این اتفاق نیفتاده تا الان، ببخشید. امروز میخوام با یکی از نوازندگان با استعداد در ایران صحبت بکنم که سازهای مختلفی رو چندین تا ساز مختلف رو در حقیقت میزنه و نامش سیاوش ولیپور هست که از سال 1991 نمیدونم به فارسی چی میشه کار خودش رو از صنعت موسیقی آغاز کرد و من میخوام به برخی از اجراهاش اشاره بکنم. اجرای زنده شهرشگاه فرایبرگ 2007، دانشگاه چایکوفسکی اجرای انفرادی داشته 2009، دانشگاه چایکوفسکی اجرای انفرادی داشته 2010، اجرای انفرادی و گروه انفرادی دانشگاه چایکوفسکی 2011، اجرای زنده دانشگاه موسیقی کلن آلمان 2012، در اجرای زنده داشته در جشنواره تومبوری موندای سال 2017، کنسرت در ماسکو داشته با آندری تانزو 2017، کنسرت زنده در روسیه داشته با آندری تانزو 2017، در فرانسه اجرای زنده داشته 2019 و کنسرت زنده داشته در بلغارستان سال 2019. اینا در حقیقت خیلی کارهای دیگه هم انجام داده که من به اون مهم هاش در حقیقت اشاره کردم. اجازه بدین که من از سیاوش بخوام که ملحق بشه به من و بیاد با هم دیگه صحبت بکنیم. سیاوش سلام عزیزم، چطوری؟ من این دوربین رو می‌کنم، حالت چطوره؟ قضا احوالت چطوره؟ می‌خوام قبل با کسایی که دارن ما رو می‌بینن بولا جون خیلی خوشحالم که در خدمتت هستم، خیلی خوشحالم از آشناییت و سلام به همه دوستانی که دارن تماشا می‌کنن لایو ما رو و دوستانی که بعداً تماشا خواهند کرد. من در خدمتم. خواهش میکنم، بنده در خدمتم. خیلی خیلی خوشحالم که دارم باهات صحبت میکنم. خیلی متاسفم که اینقدر دیر من با تو آشنا شدم و وقتی که رفتم تو سفر اینقدر کارای زیبا و قشنگ ازت دیدم که حرف بزنم. یه خورده از خودت بگو، از کجای ایران داری میای؟ الان کجا داری زندگی میکنی؟ یه خورده از اینا برای من بگو، برای اونایی که حالا خیلی نمیشناسنت. بله، حالا من اصالتا اهل شمال ایرانم، مازندران، ولی در واقع از 6-7 سالگی من اصفهان زندگی کردم و بزرگ شدم تا 6-7 سال پیش که اومدم تهران، به دلیل اینکه خب دیگه شرایط جوری پیش می‌رفت که باید توی
تهران می بودم و علی رغم اینکه مثلا شهر مثل اصفهان، شیراز، تبریز موسیقی خیلی خوبی داره، فضای موسیقی خیلی خوبی داره، ولی خب مرکزیت حالا متاسفانه یا خوشبختانه در تهران هست و من باید می اومدم تهران زندگی می کردم که تو اون کانونایی که وجود داره وجود داشته باشم و کار بتونم بکنم. و از 7 سالگی شروع کردم موسیقی و سنتور سالها خدمت استاد اردوان کامکار بودم، بعد یعنی در واقع اصلا با سنتور شروع کردم. از مثلا 12 سال پیش 10 سال پیش کمانچه شروع کردم پیش استاد اردشیر کامکار و یه روزی توی گروهی آلتو می زدم، کمانچه آلتو می زدم و توی شرایط اقتصادی خوبی بودم، گفتم من قیچک بخرم. قیچک خریدم و دیدم اصلا از روزی که خوب قیچک زدم کلا ذهنیت من تو موسیقی کاملا عوض شد، مخصوصا توی نوشتن و توی فضای آهنگسازی اینو کاملا ذهن من عوض کرد. یعنی از یه سنتور شلوغ پر حرکت به سمت یه موزیک یه ذره موقر آرومه و خب خیلی تاثیرگذار بود این اتفاق. خب من دیگه چون همینجوری که میگی چند تا سازو به صورت خیلی حرفه‌ای میزنی، اولا چرا چند تا ساز؟ اینا خیلی دوست دارم بدونم که چرا چند تا ساز. بعد ارتباط احساسیت رو تو هر کدوم از سازا برای من بگو که چه معنی داره. مثلا سنتور، کمانچه آلتو و قیچک، اینا رو به من بگو مثلا. خب خیلی مرسوم بوده از قدیم، خیلی از اساتید ما همه یه ساز نمی زدن، شاید یه ساز رو خیلی بولد می کردن و همیشه مثلا چه می دونم تار دستشون بوده مثلا، ولی خب مطمئنن تو خلوتشون همه سازها رو اجرا می کردن. منم خب خیلی دوست داشتم. من مسئله که بود این بود که اون زمانی که من موسیقی شروع کردم خیلی درکی نداشتم چون بچه بودم و منو فرستادن سنتور. خب بعد خب سنتور دوست داشتم ها، ولی همیشه تو گوش من صدای مثلا کمانچه استاد اردشیر کامکار بود. یعنی با اینکه من سنتور می زدم ولی شبانه روز اردشیر کامکار گوش می دادم. نه و از بچگی دارم می خواست کمانچه بزنم. بعد خب وقتی با آلتو آشنا شدم خب دیدم اون صدای بمی که داره بیشتر تو من می شینه و خیلی به لحاظ روحی ارزام میکنه اون صدا و اون اتمسفری که داره. و برای همین کمانچه آلتو هم زدم و خب یه ذره سخته منیج کردن این که آدم مثلا تو دنیای حرفه‌ای دو سه تا ساز بخواد بزنه. خب قطعا درست‌تر اینه که آدم یه ساز رو بزنه و دیگه مثلا با همون چیز باشه، ولی خب من خیلی برای مهم نبود و دوست داشتم که با هر کدومش احساسی که دارم و بروز بدم. با سنتور هر وقت هیجان زده هستم، هر وقت دوست دارم که اینه یه بچه بودم این ور اون ور، خب خیلی سنتور ارزام میکنه جواب میده به، ولی بخوام که مثلا یه ذره سنگینتر یه ذره درونیتر مثلا حسم اون لحظه اونجوری باشه، خب قیچک آلتو این کارو میکنه. کلا بیشترین سازی که توی دو سه تا رو من اثر میذاره و لذت برام قیچک آلتوه. چون خیلی عجیب غریبه، با اینکه تو ایران توی این 5-6 ساله خب خیلی بیشتر کار شده. یعنی در 20-30 سال اخیر یه آقایی بودن که آقای آبایی بودن که فقط میزدن مینواختن، ولی خب در این 5-6 ساله خیلی از بچه ها به سمت قیچک اومدن و همم عالی. و من خودم خیلی چیزی خیلی خودم رو توی قیچک پیدا میکردم و حتی همین کمانچه آلتو چون صداش تقریبا شبیه همه. حالا قیچک یه مقداری چی بگم غیر شهری تره، مثلا یه ذره اورجینال تره، شرقی تره. غیره اوکی. آره من چون اصلا خودم اصلا تا روزی که به صفحه تو برم همچین چیز رو ندیده بودم، یعنی خیلی برام عجیب بود. اینم از شاید سوادی کم من توی موسیقی میاد، شاید خیلی نه نه به نظرم این نیست، به خاطر اینه که ببین مثلا 20-25 سال پیش او تو ایران یه همچین وضعیتی داشت، خیلی تو آنسامبلا استفاده میشد، ولی 2-3 نفر بودن که مثلا
25 سال پیش ها. نه الان دوستان بود ما که به دنیا نیومده بودیم. خب ولی اون موقع واقعا سولو عود خیلی شاید 25 سال پیش معنی نداشت. تا نسل عوض شد، بچه های جوانتر اومدن کار کردن، الان عود شده یه چیز پرفکت سولویی. پر ایران پر از نوازنده عود عالیه. قیچک هم همین مسیر داره براش اتفاق میفته و تازه شروع شده که آقا قیچک فقط معطوف به این نیست که تو آنسام بشینیم باشه یه گوشه یه موش نوت بم بزنیم و اون کار کردشو داره، ولی قیچک میتونه سولویی باشه، میتونه یه صدای جدیدی وجود داشته باشه. خیلی مقاومت هست در مقابل قیچک، نمیفهمم چرا، ولی خب برای من مهم نیست. بعض وقتا مهم نیست که آدم بخواد بفهمه، خیلی چیزها رو بهتر آدم نفهمه. میخوام ازت سوال بکنم، تو ایران کنسرت داشتی، با خواننده های خب مطرح کار کردی، به حالا به عنوان نوازنده یا حالا به عنوان هر چیز دیگه، تفاوت زمانی که تو کنسرت میری، حالا یا داری با کاری یا داری با یک خواننده یا گروه خیلی حرفه‌ای که همتون مثلا توی یه گروه هستین دارین کار میکنین، تفاوت کنسرت هایی که تو توی ایران کنسرت بذارید، کنسرت هایی که شما در ایران میذارید، تفاوتش در خارج از ایران رو با تجربه‌ای که تو داشتی تا الان میخوام بدونم چی بوده، یه خود توضیح بده به من راجع به این چیزا لطفا. دو تا اتمسفر کاملا متفاوته، به خاطر اینکه وقتی تو ایران کنسرت میذاری خب آدم یه لذت دیگه ای میبره به چند دلیل. یکی این که پدر آدم در اومده تا برنامهش رو ببره رو سن، یعنی از نوشتنش تا تمرین کردنش با بچه ها هماهنگ شدنش مجوز و و و چیزای اقتصادیش، و اون لحظه که تو رو سنی میگه که خب چقدر خوبه که من کلی چیز رو رد کردم، و خب مخاطبت مخصوصا اگه با کلام باشه شعر رو میفهمه، به زبون مسلطه، خب خیلی فرق داره. ولی بیرون از ایران کاملا به نظرم قضیه ذره سازی تر میشه، یعنی تو با بدون اینکه خیلی کلامی به کار ببری، صرفا با موزیکت، اگر بی کلام باشه صرفا با موزیکت صحبت میکنه با مخاطبه، یعنی با یه زبون دیگه وصل میشی بهشون، و این خیلی لذت بخشتره. یعنی یه جور دیگه هر دو طرف میبینن تو رو، یعنی تماشاچی ایرانی یه جوری تو رو میبینه، باید ارتباط میگیره، اون موزیسیان اون تماشاچی خارجی هم یه مدل دیگه ارتباط میگیره. خیلی okay. متفاوته. برای من اگر بخوام تو ایران کار کنم یا تو این خارج از ایران، خیلی فرق داره چیزی که میخوام ارائه کنم. ببین چیزی که من متوجه میشم، حالا تجربه شخصی خودم تو این سالها زندگی کردن در خارج از ایران، با کسایی که خیلی اهل هنر هستن و مثلا میخوان بیان فیلم من نگاه کنن یا بهشون نشون میدم، دانش دارن نسبت بهش. یعنی وقتی میخوان بیان یک فیلمی رو نگاه بکنن یا یک کنسرت رو برن، بایوگرافی اون خواننده رو میدونن، فقط به محض اینکه بخوان برن یک چیزی رو گوش بدن در حقیقت نمیرن، تحقیق میکنن راجع به خواننده، میدونن چی کار داره میکنه، میدونن که در حقیقت وقتی من میخوام برم کنسرت مثلا آقای سیاوش ولیپور، میدونم که این آدم از کجا اومده، با چه پیشینه اومده، چی کار کرده، فقط به محض اینکه من میخوام برم یه کنسرت رو ببینم نیست. این تجربه من در خارج از ایرانه. توی داخل ایران میخوام ببینم. تو خود این تجربه رو اینجوری داشتی؟ بله، را درست میگی کاملا. اون شخصی که دعوت میکنه که از همون نفر اولی که اصلا به تو ایمیل میده میدونه چیکار کردی و چیکار قراره بکنی، این خیلی شناخت مهمه. بله، در ایران که خب متاسفانه الان اینقدر فضا غیر هنریه که صادقانه اینه که آدم میخواد، من خیلی تو خیلی از گروه ها بودم که تو ته این سالا دیدم که آقا دیگه مثلا آدم زنگ میزنه به فامیل و دوست و مثلا به کسی که 10 سال ندیده، مثلا زنگ میزنه آقا کنسرت میای یا نه، یه ذره اینجوریه. البته دلیل هم داره که اینجوریه، به خاطر اینکه موسیقی دست یه اشخاصی افتاده که اصلا انقدر سریقشون نازل و چیپه که این همه آرتیست خوب، این همه موزیسین خوب تو ایران وجود داره، ولی خب فضای خیلی وجود نداره. یعنی اینقدر ذائقه مردم خراب کردن
متاسفانه که یه قشر خیلی محدود و خاصی هم که موسیقی درست گوش میدن. چرا من کنسرت های پاپ زیاده، چرا من کنسرت های سنتی کمه؟ و کنسرت های خیلی خوب ببخشید قبل از اینکه بخوای پاسخ بدی به این قضیه، اینه که کنسرت های پاپ خیلی نازل. من دیشب داشتم با رابعه زن صحبت میکردم که دوستای خیلی خوبم که داشتم باش صحبت میکردم، اینه که چرا مردم میرن کارهای آدمایی که مثلا پلی بک میکنن رو گوش میدن، اصلا شعر یک دیگر رو دیده میرن گوش میدن فالوش میکنن، بعد اصلا انقدر ضعیف در سیستم مثلا سازهای استاندارد. تو اصلا توی این چیز اینستاگرام که میری اصلا اونقدر کنسرت و راجب چیزهای سنتی اصلا این تگا رو که میزنه بیشتر مثلا کنسرت فلانی، کنسرت بمانی، چه میدونم. خب میگم که یه سری ببین خیلی مسئله لایه لایه تره. وقتی من به عنوان موسیقین کلاسیک ایران حرف میزنم، تو دوستای خودم هستن خیلی فکر میکنن که من مثلا من یا دوستای دیگه هم دوست داریم جای اون آدم باشیم. آقا واقعا اینجوری نیست. من هیچ وقت دوست ندارم جای کسی باشم که مثلا 1000 نفر تو سالونن که 800 نفرشون اومدن که حالا یه 2 ساعت مثلا میتونستن برن پارک، ولی اومدن حالا کنسرت. میدونی اصلا چیزی وجود نداره و خیلی اقتصادی. میگم متاسفانه دست 2-3 نفر افتاده و خیلی مافیایی گونه داره برخورد میشه با قضیه. و نمیدونم میبینی یا نه، تو ایران هر سال مثلا این تا بند میان بالا، سال بعد دیگه وجود ندارن، دوباره این تا بند میاد بالا، دوباره وجود نداره. خب اینا چی میشن؟ اینا اصلا برای اینکه نه پیشینه ای دارن، نه زیرساختی دارن، نه توان اینه دارن که بیشتر از 7-8 کار تولید بکنن. خیلی بده دیگه. خیلی باش. حالا من یه خورده اینجا میخوام باید مخالفت بکنم، به این علت که مخالفت نمیخوام بکنم. اولا من خیلی از فضای ایران دورم و به خاطر همین من با این توی این گفتگوهایی که با بقیه میکنم بیشتر دارم یاد میگیرم. شاید این به خاطر اینه که همون محدودیت هایی که تو میگیه، یعنی مثلا یک میوزیک بندی میاد که خیلی هم کارش خوبه، ولی چون حمایت نمیشه و چون توی همون مسیر گرفتن مجوز و دیگه تو برو تا آخرش به بدبختی میخوره، اصلا ترجیح میده که این کار رو نکنه. به خاطر همینه هی یه سری آدم میاد یه سری آدم میرن. یا تو فکر میکنی نه اصلا ربط به این قضیه نداره؟ نه، از لحاظ اون کسی که پشت قضیه است، تاریخ مصرف اینا تمومه. و اینا باید مثلا ببین خودشون میدونن چی دارن ارائه میکنن دیگه. و میدونن که آقا کارکرد فلان آدم 5 ساله، کارکرد فلان آدم 2 ساله، 1 ساله. آقا ما یه دوستی بود حدود 2 سال پیش میره بالغ باشد 200-300 اجرا در سال میرفت، الان نیست. الان کسایی هم که ببینن دقیقا میدونن کیو دارن میگم، الان نیست، اصلا غیب شد، تموم شد. خب چرا این کی بود که اومد بالا؟ دیگه بعد دیگه بس یکی اگر در سال 200 تا 300 تا اجرا میره دیگه خیلی زیاد داره میره در سال 200 تا 300. نه خب پلی بک میشه اون وقت دیگه. آها. اون وقت دیگه وارد یه هیته دیگه میشیم که دیگه اصلا هنر نیست. پلی بک دزدیه آقا دیگه کلمش اینه. یه خورده راجب ساز کمانچه آلتو، البته یه چیز کوچولوی دیگه بقید. یه کوچولوی دیگه هم توضیح بدم. اینا حالا در باب این بود که پاپ چرا چیز میشه، به نظرم خود موسیقی ایرانی نیاز به یه نگاه دوباره داره، نیاز به این داره که ببین خیلی طبیعیه وقتی یه مخاطب عادی خب میره توی کنسرت یا تو ماشینش اون بیسو داره میشنوه، اون کیک درامو داره میشنوه، خب خیلی براش استاندارد تر صدایی که میشنوه تا مثلا یه ساز ایرانی که حالا یه ذره بدکیفیت هم تازه باشه. یه بخشی هم من به اونا حق میدم که اونو بخوان بشنون چون میخواد یه چیز با کیفیت رو بشنوه. یه ذره هم تو صداهای موسیقی ایرانی به نظرم باید تغییر ایجاد بشه، یه ذره هم تو سلیقه ما که الان هم نگاه بکنی یه ذره ملوتر شده، یعنی موزیک ایرانی یه ذره داره عوض میشه دیگه، مثل 30 سال پیش نیست. موسیقی ایرانی منظورت موسیقی سنتی فولکلور ایرانه یا موسیقی پاپ ایرانه؟ نه سنتی ایران، یعنی جوری داره ارائه میشه که خب یه ذره فرق کرده دیگه. الان مثلا شما آلبومی رو نمیبینی مثل آلبوم های مثلا دهه 60 سنتی وجود تولید بشه، خیلی کم میبینی.
خب اوکی، تلفیق موسیقی پاپ و سنتی الان به نظر چطوریه؟ ببین به نظر من اگه که با یه هدفی باشه خیلی هم خوبه، خیلی هم آدم ها این کار انجام میدن، خودم هم میکنم، دوست دارم. آه چرا من اصلا نباید بشینم بغل یه گیتار بیسی که وقتی یه نوت میزنه اصلا همه چیز خوش صداتر میشه و خیلی از بچه ها این کار دارن انجام میدن، ولی بی هدفش دقیقا مثلا شبیه میشه به همین گروهایی که میان بالا و میرن، چون الان خیلی از موسیقیان ها به نتیجه رسیدن که میکس کنن ولی وقتی نگاه میکنید دو سه نفر بیشتر نیستن که موندگار شدن، مثلا میتونی بگی 5 سال طرف وجود داره. آها آره چیزی؟ ولی باید مشخص بشه به نظر من آكی. که چی میخواد بشه، میخواد چی صدا چی قراره بشه. کلا هیچکی نمیدونه این روزا چی قراره چی بشه، کجا بره، چه اتفاقی بیفته. آقا به نظر من تو همه هنرها همین جورا، یعنی الان شما تو مثلا، من همیشه یکی از آرزوهایی که برآورده نمیشه اینه که به خودم میگم حسرتام در واقع میگم آقا من چرا پس من 50 سال پیش وجود نداشتم، اون موقع سینما عالی، ادبیات عالی، موزیک چه پاپی داشتیم ما، کیا کار میکردن، الان یارو بلند میشه میاد تو تلویزیون اصلا انگار نه انگار که مثلا کار صاحب داره. اصلا بذار وقتمون راجع به آدمایی که خیلی ارزش ندارن صحبت نکنیم، راجع به چیزایی که ارزش آره. صحبت نکنیم. راجع به ساز کمانچه برای من یه خورده کمانچه آلتوی که میزنی توضیح بده لطفا، و بعدش هم یعنی قشنگ توضیح بده این از اگر میتونی لطفا یه مقدار توضیح بده، و بعدش هم قطعه رو که دوست داری بنواز لطفا. والا کاونت آلتو سال هاست که وجود داره و به نوعای مختلف، حالا خیلی جدیش نگرفته بودن تا مثلا 10 سال پیش می ساختن تک و توک ولی خیلی نیازی احساس نمی کردن که حالا نیاز به یه همچین صدای وجود داره، تا زمانی که به نظر من یه آدمی که خیلی تاثیرگذار بود توی ایجاد این چیزی که بهش میگن کمانچه آلتو، با احترام به همه سازنده‌ها و موزیسین‌های دیگه، شروین مهاجر بود. خیلی شروین مهاجر؟ بله بله، خیلی با تزایی که داشت روی این ساز و هماهنگیش با یه سازنده به نام آقای محمدی، یعنی انقدر خوب اینا میکس شدن، یعنی اون آقای محمدی یه آدمی بود که گوش میداد که یه موزیسین متبحر چی داره میگه، و خب شیرین هم بسیار درست و دقیق نظراتشو میگفت، و اینا تقریبا الان 10 سالی هست که کمانچه آلتو ساز خیلی مهم و خوبی شده و کمانچه آلتوهای استانداردی تولید میشه دیگه، از دوره اینکه بسازیم ببینیم چی میشه گذشته دیگه، یعنی به یه نتیجه گیری رسیدن. حتما اسم این آقای شروین مهاجر حتما بفرست برای من توی اینستاگرام یا توی واتساپ که دوست دارم. نه موزیسی من خیلی پرفکتیه. آره اصلا به نظر آدم جالب میاد باشه آدم گفتگو بکنه. خب فوق العاده. مرسی راجب توضیح. حالا راجب قطعه ای که دوست داری به نوازی به توضیح بده. من صدای موبایلم هم کم بکنم که قشنگ میخوام قشنگ ساز رو ببینم. پرفکت. خب من باید فکر کنم هی برم اخبتر داشت بگی هر چقدر زمان احتیاج داری برای اینکه اجراس بکنی خواهی تو انجام بدهیزم. چی نمیتونیم که تو الان بهتر شد؟ من سر اینو میبینم و اون چیزشو نمیبینم. اون میدونم میخوای اینجوری ببینی. خب نمیتونی بری یک ثانیه. من هرچی برم عقبتر خیلی اتفاق خاصی فکر نکنم بیفته، چون باز دوباره پات بذاری بعد بسط باد باشاره. آره این چیز داره قشنگ در صد پایه داره. بیا جلو داداش، بیا جلو. نه اون کاسه و یه همچین پایه‌ای داره، این هم جز واقعا اختراعات خوب بشریت بوده که دیگه قدم ثابت بایی. خب
پس کله بله دوربین تو یه خود، چون میخوام بزنی در هم ببینه، حالا کله دوربین تو یه خورده بیار پایین. دوربین اصلا افتاد. چند ثانیه به من فرصت باشه عزیزم، بدی هر چقدر الان زمان درست. احتیاج داری اشغال نداره، هر چقدر زمان میخوای. من فکر میکنم که اگر که این بالاتر بیاد یه مقداری نه که الان درست تر شد، نه بدتر شد، این باید بره پایین تر. بس الانم نشد. ببین من میتونم یه کاری بکنم، میتونم این چند لحظه رو خواهش بکنم از خانومم بیاد دوربین رو بگیره، چون این خانومه چند لطفا لحظه رو یه شاید دوربین رو بگیره. بگیر. اوکی حل شد. اینا قبل از کنسرت هست همه اینجوری میکنن دست میزنن. خانومش کارگردانی بکن لطفا. پرفکت الان پرفکته. اوکی وسط باشه. الان خوبه؟ عالیه، تکونم نخوره که همه بتونن ببینن. برو باشی چش چقدر چیز. برو صدا خوبه؟
بسیار زیبا بود. خب خانومش دور بی دست شما درد نکنه، خیلی متشکر. من یه چند تا سوال انقدر چیز بود که گفتم که اصلا همینجوری تو ادامه بده، من دیگه سوال نپرسم از تو. خیلی خوب بود، خیلی عالی، واقعا افتاد بازوری، واقعا عالی بود، بسیار بود. طرفداران هم همینجوری هی این قلبا هی میمن از کنار این صفحه بالا، همه داشتن نگاه میکنن، لذت میبرن. ببین اختیاری جان، این که چرا سیاوش مشکل اصلی که من اینو با هانا کامکار که باز دوست خیلی خوبم هستم چاشم گفتگو میکردم پرسیدم، مشکل اصلی که سازا رو تو برنامه تلویزیونی نشون نمیده اصلا، این ایرادش چیه؟ تو تلویزیون ببری بخوای بزنی چرا؟ دقیقا چیه؟ من نمیفهمم. نه تحریک کننده هست، نه چیز خاصیه، یعنی چیزی که مثلا من مشکلش رو نمیدونم واقعا چیه. و این دوگانی خدا اگه شما فهمیدی ما میفهمیم. خیلی متشکرم جواب. نه ببین آخه مسئله اینه که میگم ما توی جای پرتناقضی داریم زندگی میکنیم، یه ها توی برنامه میبینی که پیانو نشون میدن، جالب، دست طلب بود، بله، یه توی یک دو تا برنامه نشون دادن، بله. خب میگم که ولی باید ببینی که چی شده، که البته خب خیلی محدود ها، یعنی خیلی عادت نشد، روتین نشد، ولی خب یکی دو بار این اتفاق افتاده که نشون دادن. واو. یه بار مثلا استار رو نشون دادن، خواننده خیلی خوب پاپم که داشتن میخوندن، پیانو هم میزدن، یه برنامه از برنامه شبکه یکی بود مثلا پیش اومده، ولی خب آره دیگه تناقض. آخه تناقضش اینه که این همه کلاس وجود داره برای یادگیری سازهای کل ساز، حالا سنتی و کلاسیک و اینا رو کاری ندارم، کلاس وجود داره دیگه، تدریس میکنی تو دیگه، آدمای دیگه هم تدریس میکنن دیگه، و خودتون هم دارین میزنید، و وقتی که میخواد این رو تلویزیون نشون بده، من باید بیارم مثلا تو رو اینجا با این شرایط یا آدم های دیگر رو بگم که اینجا در برنامه لایو لطفا این کار رو انجام بدیم، یه خورده غیر عادیه. یعنی اگر یه منطق بود میگفتن مثلا این مشکل داره به این علت، آدم میگفت خب میدونیم. اینو واقعا متوجه نمیشم. آقا مسئله اینه که حالا تلویزیون میگی آقا اوکی اصلا نمیخواد، طرف مثلا یه دختر خانومی میره کلاس موسیقی، خب بعد تو برای اون دختر خانوم کلاس موسیقی برگزار میکنی، بعد که یاد میگیری بهش میگی نره روسن، پس برای چی اومده شروع کرده؟ آقا توی اصفهان شهری که من بزرگ شدم 10 سال اینجوری بود، هنوزم اینجوریه. الان جدیدا مثلا یه سال چیزای عجیب غریب میگن آقا مثلا یهو 10 تا باشن یه دونه خانوم، نه اصلا من نمیفهمم. تو به طرف میگی برو موزیک یاد بگیر، اشکال نداره برو یاد بگیر، بعد نمیذاری بره روسه. از اون فاجعه تا این ساله به طرف میگی برو کلاس خوانندگی، ولی نمیذاری بره خونه تک خان. مثلا چرا؟ ببین خیلی، یعنی برنا جان به نظر من آرتیست های ایرانی
یعنی زحمت کشترین آرتیست های دنیا، عاشق ترین آرتیست های دنیا تو شرایط عجیب و غریب. یعنی میدونی همه جا من فکر میکنم یه قانونی وجود داره که برای همه رعایت میشه، ولی کلن توی کشور ما واقعیت اینه که یه قانون برای همه اجرا نمیشه. 500 تا تبصره از این ور از اون ور. چرا از ایران نمیری؟ موقعیت های خیلی بهتری برای تو وجود داره که هنرت رو نشون بدی. متاسفانه واقعا من به این نتیجه رسیدم و خب دنبالش هستم و واقعا خیلی، نه من، خیلی از آرتیست های خیلی بهتر از من، خودتو الان تو این لایوات داشتم نگاه میکردم چه آدمایی الان اون طرفن و تازه انگار دارن میفهمن که آقا هنرت چقدر جذاب میتونه باشه بدونی که تو زحمت بکشی. یعنی زحمت بکشی که منظورم اینه که تو ایران وقتی تو میخوای یه کار هنری انجام بدی از اول تا آخرش باید وایسی، باید تمام چک و چونه ها رو بزنی. بابا هر تخصصی به همه اینا رو خود منم تجربه کردم، به خاطر من 15 سال پیش اومدم بیرون، چون خونه همین کاری که تو اینجا کردی رو هوا میبرنت. یعنی اینجا انقدر به شماها، به افرادی مثل شماها بها میدن که اصلا خیلی خیلی غیر عادیه. واقعا من این سوال اصلا ازت داشتم، من میخوام تو به عنوان یه نویسنده، به عنوان یه فیلمساز، تو وقتی میری میگی آقا من یه همچین پروژه‌ای دارم، چی بهت میدن؟ چی میگن بهت؟ میگن با کمال میل ما چه کمکی میتونیم بکنیم که این پروژه شما عملی بشه. حالا یه ذره با دیتیل تر اگه بخوای بگی چی کار میکنی؟ مثلا اگر بخوام یه جایی پول بگیرم که مثلا کار رو بخوام انجام بدم، اینو برمیدارم میبرم مثلا این فیلم نامه منه، میگم آقای فلانی من میخوام این رو مثلا از بکن مثلا یه جای معتبری به نام اسکرین استرالیا، میخوام اینو میخونه، میگه بله ما اینقدر به شما بودجه میدیم، شما دستمزد خودت رو برمیداری به عنوان کارگردان. اونا بعد میگن که خیلی خب کجا قراره؟ آخه تو وقتی یه پروژه رو میبری اینجا به عنوان فیلمساز یا آهنگساز یا به عنوان هر آدمی، مرحله‌ای پیش نمیره. از همون زمانی که تو نوتی رو مینویسی آخرش آلردی مشخص شده. یعنی اینجا نمیان همین جوری کار بکنن. و وقتی که آدمایی مثل تو که اصلا من فکر نمی‌کنم داشته باشیم واقعا تو استرالیا میخوان یه کاری رو انجام بدن، میان آخه حمایت میکنن. یعنی اونا کشور استرالیا، من قبلش آمریکا زندگی کردم، اونا براشون مهم اینه که تو دیده بشی نه خودشون. اینا براشون مهم اینه که تو به عنوان یک آرتیست، به عنوان یک میوزیشن، به عنوان یک فیلم دایرکتور، به عنوان یک اکتر، من چه کمکی میتونم به تو انجام بدم که تو دیده بشی. در ایران متفاوته. در ایران انقدر عقده های شخصی وجود داره برای آدم ها، مخصوصا کسایی که قراره به تو مجوز بدن، حالا به هر دلیلی اون آدم اون چیزی که نشده، اون اتفاق تو زندگی براش نیفتاده، اون میاد برای تو این صدا رو میذاره. این تجربه شخصی منه و خیلی از آدمای دیگه. بعد بولا جمعی چی جوریه؟ نمیگن نکنا؟ یعنی کسی به تو نمیگه که آقا تو حق نداری؟ حداقل من کسی به نگفته که من اینجا تو ایران 4 تا آلبوم دادم بیرون، یعنی اوکی هم اصلا چی، کسی هم من نگفته نه. ولی انقدر شرایطه اقتصادی تو سخت میکنن که من چند تا آلبوم میتونم از جیب پول بذارم. الان من با یه بچه یک ساله چرا باید مثلا اون پولی که باید خرج بچه‌ام بکنم و باید بذارم زفت؟ میدونی اینجوری میشه که دیگه آرتیست کار نمیکنه. ولی به هیچکی نمیگن نکن، میگن آقا به به چقدر عالی بفرمایید، ولی نه پول اینقدر میذارن خودت خسته شی. خیلی سخته. ولی خب من کاملا میفهمم چی داری میگی. همه چیز که با گفتن نیستش، انقدر سد راه میذارن که این اتفاق میفته. بریم یه دونه دیگه از کارهای تو رو بشنویم با یک چیز متفاوت تر، شاید مثلا یک اون چیزی که خودت دوست داری با یک متفاوت تر، یا هر چیزی که خودت دوست داری. اوکی، پس من دوباره بگم تحصیل کارگردان هرمش خوش باید دیگه لایب نرو
درویش، خیلی ما متشکریم از شما بابت این اینقدر ما شما رو داریم اذیت میکنیم. رویا جان الان داره میاد اون بر درگیر بچه هست. قبل از این من یه سوالی ازت بپرسم. تو ترجیح هم میکنی دیگه، درست میگم؟ یعنی شاگردم داره. تو در کل اعتقاد داری که همه آدما میتونن ساز بزنن، یا اصلا چگونه تشخیص میدی که فردی که مثلا به عنوان یه دانشجو میاد پیشت میخواد کارش رو شروع بکنه این کار است یا نه؟ چون یکی از سوالا این بوده که خب ببین یکی از چیزایی که وجود داره این که خیلی از آدم ها استعداد دارن خودشون نمیدونن. تا حالا بوده که تو با آدمی تو روبرو بشی که بعد تو کشفش کنی این استعداد رو؟ ببین مسئله اینه که آره خوب شده و واقعا تا اونجایی که میتونستم حمایت کردم و مهمترین حمایتی که یکی میتونه از مثلا مهمترین حمایتی که خودم موردش قرار گرفتم، خب وقتی مثلا 25 6 سالم بود خوردم به پست تهیه کننده موزیکی که خیلی حمایتم کرد، دمش هم گرم، و منو مثلا آلبوم منو کانکت کرد با یه کسی مثل علیزه قربانی. خیلی اتفاق افتاد. البته که اون نفر هم باید خودش یه چیزی وجود داشته باشه، یعنی وقتی همچی شانسی داری باید بگی من این تو دستمه، نه که دستت خالی باشه. آره. ولی من تمام اعتقادم برای هنرجو اینه که 95% قضیه پشتکاره، یعنی استعداد مال زمانیه که شما کامل یاد گرفتی، حالا میخوای ارائه کنی، خب؟ یا مثلا یه چیزی رو یه جوری میزنی که بقیه تو اون لول نمیزنن، این میشه استعداد. ولی مثلا تمرین کردن زیاد و اینکه دست تو آماده باشه استعداد نیست، تمرین زیاده، پشتکار زیاده. مخصوصا برای سازه کلاسیک یه داره همه سازه، ولی خب مثلا سازه مثل ویولون اصلا شوخی نداره، استعداد تو 7-8 سال بعدش معلوم میشه که حالا ویبراسیونشو مثلا با چه لحنی میزن. خیلی فرق. بعدش حالا قبل از که باز بخواییم سازه تو بزنی کار که تو با آدم خارجی هم کار کردی، درست میگم؟ بله من جدیدن خیلی این کارو دارم انجام میدم. من این فستیوالی رفتم سال 2017 اون تاموری موندی که یکی از دوستان لطف کرد به من، یعنی با هم رفتیم اونجا. خب اولین باری بود که فستیوال کاملا خارجی بود، یعنی ما دیگه این که مثلا بریم فقط واسه ایرانی‌ها اجرا بکنیم و این داستانا نه. و خب اونجا پر موزیسین خوب بود، یعنی من اونجا با یه کسی روسیه رفتم نمیشناختم، بعد فهمیدم طرف زوهر فرسکوه، یعنی مثلا نفر اول فریم درام دنیاست. بعد که اومدم پایین فهمیدم با کی رفتن روسیه، مثلا 10 روز با هم توی محوطه همه با هم بودن و از اونجا خیلی ارتباطام شکل گرفت، خیلی با بچه‌های دیگه تونستم کار بکنم. آره ارتباط خب خیلی مهمه. ولی سوال من بیشتر اینه که بخش قرارت میکنم چون داری درست میگی، اینه که کار کردن تفاوت این چالش ها چیه؟ کار کردن با آدم های حرفه‌ای داخل ایران و آدم های خارجی. خب ببین صادقانش اینه که امیدوارم که هیچ کدوم از بچه ها دیگه چیزی که اتفاق میافته خودمون هم میدونیم. ببین با موزیسین خارجی وقتی صحبت میکنی 98%شو در مورد کار صحبت میکنی، اون 2% دیگه هم در مورد این که چه روزی مثلا پروژه بفرستیم و پروژه نفرستیم. تو ایران چجوریه؟ یعنی با بچه‌ها ببین حق داریم، منم همینجورم، حق داریم چون شرایط اقتصادی خیلی سخته. اصلا خودم رو مثال میزنم، یکی به من میگه دو تا حالت داره، یا اینکه طرف خب خیلی به لحاظ حرفه‌ای برام آدم بلند مرتبه یه، مثلا خودم خیلی دوست دارم باش کار بکنم، این بحثش جدا، ولی در حالتهای دیگه به این فکر میکنم که خب من این کار انجام میدم چقدر قراره بگیرم که این پولی که بگیرم و خرج کار جدیم کنم، نه اینکه مثلا برم ماشین بخرم، میدونی چیزی ریه. ولی وقتی با خارجی الان یه کار کوچیکی که من انجام دادم، همین ویدیویی که پیروز گذاشتم با خانم اصلا این اتفاق ظرف یک مکالمه 5 دقیقه افتاد در دایرکت، یعنی ببین چقدر راحت. بعد موزیسینت خارجی حرفه‌ای امکانات داره، میکروفون داره، ضبط میکنه، رکورد خودش انجام میده، میکس میکنه، ولی خب ما تو ایران خیلی این کارو بلد نیستیم.
یه بخشش اقتصادیه، یه بخشش اینم که اصلا بهش فکر نکردیم که باید یاد بگیریم مثلا. این چی میگم؟ یه بخش خیلی عمدش اینه که تو وقتی با خارجی کار میکنی ادعا نداره. اصلا اصلا این لذت بخش ترین قسمتشه. انقدر من تجربه کار کردم با افرادی که اینجا بودن و آدم خیلی حرفه‌ای هم بودن اتفاق افتادی که اصلا ادعایی نداره. این آدم 30 تا فیلم مثلا فیلم برداری کرده، حالا من این فیلم مثلا درست میخوام بکنم، ادعا نداره. این ادعایی که خیلی از این افراد شناخته شده ایرانی دارن همینه که خیلی مشکلات حل نمیشه. به نظر من خیلی بحث طولانی خواهد شد اگر بخوایم خیلی عمیق راجع به صحبت بکنیم. قطعت رو معرفی کن بذار کیف کنیم. منم کامنت ها رو بستم اصلا نمیخونم به خاطر اینکه میخوام لذت ببرم از گفتگون با سیاوش. اگر سوالی داریم بعد بریم به صفحه خودش. خب برو عزیز. این چیز قبلی که زدم یه ذره تم کردی داشت، ولی الان ترجیح میدم که یه ذره سنتی تر و کلاسیک تر موزیک ایرانی رو بزنم. خب وایسا که همسرش خانومش میزنه. این چیزی که میزنم الان خوبه درسته؟ بله خانومت این چیزی که میزنم بله توی این دیالوگ یکی از دستگاه موسیقی ایرانیه به اسم ماهور و قصه‌ای که میزنم یه دفعه از قدیم خیلی دوست داشتم و خیلی تو ذهنم بوده و همیشه سعی میکنم که اجراش بکنم از آقای حمید متبسم هم اجرا میکنم برای Thank you.
خیلی همه لذت بردن، قلب ها همینجوری از این سمت به اون سمت. مرسی. خب دیگه حرف آخر چیزی هستش که بخوای بهمون بزنی؟ دوست داشتی گفتگو رو؟ خیلی 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 گفتگوی هنریه، باحاله، خیلی خوبه. یه ذره من میخوام سوال کنم ازت، برای کسایی که از تو صفحه من میبینن تو رو. بفهم. خب چند سال اونجایی؟ چی شد رفتی اونجا؟ چند سالته؟ من 7 سال طول کشید یه کتاب زندگیمو نوشتم در مرحله چاپ. اولش نمیتونم بفهمم. من 15 سال، ولی حالا هایلایتاشو میگم. من 15 سال از ایران اومدم بیرون، هیچ وقت هم برنگشتم. من مملوکار شدم در ایران به خاطر اولین فیلم سینمایی که درست کردم. تو سن 17 سالگی شدم جوانترین کارگردان سینما ایران، که در فیلم من خانم شیرین عبادی حضور داشت و یکی از دوستای خیلی خیلی صمیمیم که بعد الان خیلی الان معروف شده به نام یاسر بختیاری توی اون فیلم بود. که بعد دیگه تمام زندگی نامه من توی گوگل و اینجور جاها هست واقعیتش. و آره، وقتی هم وارد استرالیا شدم نه زبان بلد بودم نه چیزی میدونستم. کارم هم اینجا از توالت شوری شروع کردم و تو توالت های عمومی کار میکردم، میشستم، با اینکه حالا سوادم داشتم ولی خب زبان انگلیسی چون بلد نیستی دیگه هر کاری میشه باید انجام بده دیگه. یه سن خیلی بالایی هم نداشتم دیگه، 19 سالم بود دیگه، 20 سالم شد، یعنی دیگه 19 سالیم تموم شده بود که از ایران اومدم بیرون. دیگه بر نگشتم، خودم اصلا دوست نداشتم از برگردم ایران و اینکه خانوادم هم 15 سال ندیدم. یعنی کلن یه شرایطی آدم بعضی موقع توی شرایطی قرار میگیره که بعد بین چیزی که وابستشه که میشه مثلا کشور، خانواده، هر چیز اینجوری و چیزی که عشقشه، هی انتخاب بکنه. یعنی انگار تو باید یه تاوانی بدی بابت اینکه آرتیست شدی. از خیلی متاسفم که در ایران به دنیا اومدم و خیلی ایران رو من دوست دارم، من عاشق ایران هستم، ولی در جامعه ایران به دنیا اومدم به خاطر اینکه اینقدر ما بدبختی کشیدیم که وقتی من خودم رو با یه آدمی مثلا اینجا که اینجا به دنیا اومده، نه اینکه بخوام مقایسه بکنم، فقط میبینم فکر میکنم که اگر این انتخاب رو داشتم که یک بار دیگه بخوام به دنیا بیام، کجا به دنیا بیام، قطعا ایران نخواهد بود. یعنی اصلا
اون سمتا، نه ایران نه اون سمتا میرم، ولی هر آن شهرتی که دارم در هر حال از ایران بوده، و ولی تجربه و خاطره خیلی خوبی هم واقعیتش ندارم دیگه، میدونی؟ یعنی من شاید بزرگ شدنم از کشور استرالیا اتفاق افتاد، ولی افتخار میکنم ایرانیم؟ نه. افتخار میکنم استرالیاییم؟ نه. و احساس میکنم اصلا تعلقی چیزی به به اسم کشور وجود، نه که وجود نداره، خیلی چه فرقی میکنه؟ یعنی من خیلی آدم ناسیونالیستی ایران نیستم رو من مثلا. دوست دارم بدون آدمهاش. آدمهایی که دارن کار میکنن. ولی ببین، یه پشتکاری توی ایران کار کردن یاد میگیری که باید با پشتکار کار کنی. ولی هر جای دنیا اگه تو ایران موفق بشی، اتفاقا بازم همه جای چیزم برعکسه. تو ایران تو انقدر حمایت های اشتباه از تو میشه که اینجا اینگونه نیست. ببین در ایران اصلا، ببین من اصلا نظار نباید وارد مقایسه کردن فرهنگ شرق و غرب بشه. اجازه بده همینجا این قضیه رو تمامش کنیم، چون داستان واقعا راجع به من نیست، راجع به شما هاست. من هر آن چیزی که در توانم هستش اینه که آدم های ایرانی خارجی که واقعا ویژه هستن رو بیارم تو این برنامه نشون بدم، به دنیا معرفی بکنم، و حالا از یه خورده این کردیتی هم که دارم به هر حال بتونم استفاده بکنم که امثالی مثل تو که اینقدر ویژه و هنرمندن و کمتر در حقیقت ما میشنویم ازشون و تعدادشون خیلی زیاده، یکی از یکی بهتر. من هدفم اینه که تو دیده بشی. این برنامه اصلا مال من نیست، اصلا راجب من نیست. قربونت برم. خیلی، من که خیلی خوشحال شدم از آشنایی با زیاد. مرسی. و حالا ایشالا با هم خیلی در تماسیم و خیلی ممنون که لطف کردی و از من دارم. مرسی خیلی پیغام. من که خیلی خوب دیگه. مرسی از همه که ما رو دارن نگاه کردن. میخوای خداحافظی کنی که تموم بکنیم دیگه؟ بله، مواظب خودتون باشین تو این شرایط و از خودتون حفاظت کنین، از ذهنتون حفاظت کنین، خیلی ذهنتون رو درگیر چیزای منفی نکنین. ایشالا با هم طی میکنیم این مسیر رو. بله تا بله اوضاع بله درست. بله خیلی خوشحال شدم سیاوش، مراقب خودت باش. خانمت هم خیلی تشکر کن، کوچولوت هم ببوس. مرسی واقعا، خدا نگهدار. مرسی دوستان عزیز، بسیار بسیار متشکرم که نگاه کردین. اگر میخواین بیشتر راجع به سیاوش بدونین، بریم به صفحه خود سیاوش، آقای به صفحه آقای سیاوش ولیپور. باعث خوشحالی من بود که داشتمش امشب. دوستتون دارم، مراقب خودتون باشین. این روزا تو خونه بمونین، خیلی بیرون نرین و دیگه خوب باشین، دیگه خوب باشین، بخندین برقصین، این کارو انجام بدین دیگه. دوستتون دارم، خدا نگهدار.